به نام خداوند جان و خرد. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. به نام خدا درود بیکران بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. همچنان در فصل مفصل خسرو پرویز هستیم، شاه مشهور امپراتوری ساسانی. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. بعد از مجادله طولانی بین خسرو پرویز شاه جوان ساسانی و بهرام چوبین سپهبد شورشی ایرانی، بحث و جدل بی نتیجه، هر کدام برگشتند به لشکرگاه خود. ببینیم گفتار اندر پند دادن گردیه، خواهر بهرام چوبین، او را. رستم دید سهراب واقعا سهرابه، همین طور در هلاش ان رستم یه پیکن زد به سهراب اینطوری، بس اینجا یه سهراب اینطوری خوردن زمین. سر رستم این بر، سر سهراب این بر. سهراب آمد به پیچه، برق خنجر طهمورث دیبند رستم. آخ، یه دست دومنش گرفت. به پیش دید از آن پس یکی آه زنی که بدن دیش کوتاگ. بدو گفت کیم بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. دوبارت امون دادم از کارزار، به پیریت بخشیدم ای نام دار. اما تو به من رحم نکردی، پدرم خبر بشه جیگرت در میاره. از این نامداران و گردن کشان، کسی هم برد اوی رستم نشان. چو خواهرش بشنید کامد زراح، برادرش پردرد از آن رزمگاه. بیامد به نزد برادر دوان، دلش خسته از درد و تیره روان. گردیه آمد پیش برادرش بهرام چوبین، بدو گفت کی مهتر نامجوی، چگونه شدی پیش خسرو بگوی. برادر، اگر خسرو تندی کند، تو با او از در آشتی درآ. به خواهر چنین گفت بهرام گرد، که او راز شاهان نباید شمرد. او نه سواری جنگاور است، نه مردی بخشنده و دانا. هنر بهتر است از نژاد و گوهر، هنر بهتر از گوهر نامدار. هنرمند باید تن شهریار. چنین گفت
دانند خواهر بدوی که ای پر هنر مهتر نامجوی، چند بار با تو بگویم و تو تندی پیش میگیری و خشم، به سخن من هیچ توجه نمی کنی. شنیده ای که گفتند دوست آن است که عیب تو را آشکارا بگوید. برادر، کاری نکن که به ویرانی و نابودی شهرمان ری منجر بشود. آن مثل را به یاد بیاور که خر رفت تا از گاوان شاخ بگیرد، دو گوش خود را هم از دست داد، که خر شد که خواهد ز گاوان سروی، به یک بار گم کرد گوش از دو سوی. نکوهش مخواه از جهان سر به سر، نبود از تبارت کسی تاجور. سرزنش مردمان را نپسند، از گذشتگان تو نیاکان تو کسی پادشاه نبوده. اگر خسرو هم نباشد پدرش که زنده است و پادشاهیش بر جای است، تو چرا پایی میان گذاشته ای؟ برادر، ندانم سرانجام این چون بود. همیشه دو چشمم پر از خون بود، جز از درد و نفرین نجویی همی، گل زهر خیره چه بویی همی. چو گویند چوبینه بدنام گشت، همه نام بهرام دشنام گشت. وانگهی خشم خداوند گریبانت را میگیرد، بلا در افتد به هرچه داری، که چوب یزدان صدا ندارد. هرمزد شاه تو را برگزید، از او تو نامور شده ای. دیو را از دل خود بیرون کن برادر، سبب رفتار ناروای هرمزد در حق تو آیین گشست بود و بس. او هم که به سزای اعمال خود رسید، باید بروی خدمت شاه جهان خسرو پرویز، تخت او را به مراد او بیارایی. این را هم میدانی که از تبار اردشیر هنوز مردانی بر جایند با گنج با سپاه، تو را نخواهند گذاشت که شهریار بشوی. اگر شهریاری به گنج بود و به سپاه بود، ساوشا میبایستی بشود شاه جهان با آن اندازه ثروت و گنج و سپاهی که داشت. اما چون لشکرکشی او بر بیداد بود، خداوند او را شکست داد به دست تو، تو را بر او مسلط کرد و تباهش کرد. جهان و جهانیان سواری چون سام سوار، چون سام پهلوان ندیدند. چون نوذر شد از بخت بیدادگر، به پای اندر آورد راه پدر. همه مهتران سام را خواستند، همی تخت پیروزه آراستند. اما بدان مهتران گفت هرگز مباد که جان سپهبد کند تاج یاد، ما تاج بخشیم. نپذیرفت شاه بشود. سام از تو هم دلاورتر بود، دستان زال رستم دستان همگی تاج بخش بودند، هیچ کدام به قبول شاهی تن ندادند، نپذیرفتند که شاه بشوند. ندانم که بر تو چه خواهد رسید، که اندر دلت شد خرد ناپدید. بهرام گفت سخنان تو راست است، اما کار از کار گذشته خواهر. در جنگ اگر من مجروح بشوم، سپاهیانم تخت پادشاهی را از خسرو خواهند گرفت و کسی دیگر را بر تخت خواهند نشاند. بهرام و گردیه رو در اینجا داشته باشیم. عرض کنم از خسرو پرویز و سگالش کردن او با ایرانیان. چه بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمم برش تیره گشت. بزد نعره و خونش آمد به جوش، بدو گفت با ناله و با خروش. بگو تا چه داری ز رستم نشان،
که گم باد نامست گردن کشان که رستم منم. گفت پدرت هوی چقدر به تو التماس کردم، کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه ببینید ان روشنم، به بازون بر مهره خود نگر. رستم خنجر گذاشت اینجا، لباس را پاره کرد، چشمش افتاد به اون مهرهی که داده بود به تهمینه، دست انداخت زیر گردن بچهش، این قد مثل سرف میوه دلم، سهراب برومندم، مرگ بر من، تو را کشتم. این صورت برد پایین، یه بوسه زد به این گونه بچهش. بشنویم از خسرو. چون از پل نهروان گذشت، مهتران و سپاهیان رو فرا خواند، گفت امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان، شرط اول شاهی حق شناسی است. شما بی آن که از من نیکی دیده باشید، غم مرا خورده اید و نیاکان مرا پرستیده اید. سخنی میگویم، باید آن را مخفی نگاه دارید تا راز ما فاش نشود. امشب قصد شبیخون دارم. بهرام چوبین سواری است اسب افکن و دلیر، اما خرد در سرش نیست. پیوسته از ساو شاه میگوید و پیروزی خود بر او دم میزند و مرا کودکی میداند کم خرد. اگر مرا یاری کنید، در این شبیخون کار او را یک سره خواهیم کرد. سپاهیان با رأی و نظر خسرو موافقت کردند و مسلح شدند. پس خسرو با گروی و گستهم و بندوی نشست به مشورت. گستهم گفت شهریارا، این رای درست و عاقلانه نیست. لشکریان ما اکنون با دشمن سازش کرده اند، برادری در لشکر ما و برادری دیگر در لشکر بهرام است، یا پسری اینجاست و پدرش آنجا. برادر با برادر و پسر با پدر جنگ نخواهد کرد. رای خود را با سپاهیان نباید در میان میگذاشتی شهریار. گردوی در واقع در قسمت قبل گفتم گروی، بله گردوی گفت ای شهریار، صلاح در آن است که امشب در این رزمگاه نمانیم، زیرا بیگمانم که همکنون راز ما به دشمن رسیده و فاش شده. چو بشنید خسرو پسند آمدش، به دل رای او سودمند آمدش. گیف برو به کیکابوس بگو بچه همه کشتم، نوش دارو بده. گیف رفت و برگشت، گفت میگه داشتم دادم به یه چینی ندارم. گفت بیا سر بچم ره بذار رو زانوت. گیو آمد سر سهراب ره به دامن گرفت، رستم خودش از جا پا شد. اومد گفت کیکاووس، بچم کشت، نوش دارو بده. انداخ رستم گرفت، رسید دی سهراب تمام کرد. پسرم یزدان پاک، چه گویم؟ چاگه شود مادرش،
اومد بدن بلنگ کنه دیدین کمرش قدرت نداره با اون هبه و دبدبه زانو زد. اما گوش کن، خسرو مردانی رو برگزید، دلاورانی چون خراد برزین، شاپور، اندیان، بندو یا بندوی، گستهم و کسانی رو که لایق بودند، همگی رفتند بر بالای تلی، از بالا نظارگر میدان جنگ شدند. بشنویم از بهرام چوبین. بهرام چوبین با لشکریان خود شروع کرد سخن گفتن. هر کس در سپاه خسرو هیشاوندی دارد برایش پیغام بفرستد که با ما متحد بشود و به نزد ما بیاید. هر که به ما بپیوندد او را از گنج خود بهره‌مند خواهیم کرد، پاداش خواهیم داد. اگر ایرانیان از پیرامون خسرو پراکنده بشوند، برای او فقط سپاه برده خواهند ماند و البته سپاه اردبیل. از آنها هم نمی ترسیم، هیچ باک نداریم. لشکریان از بین خود دلیر مردی رو انتخاب کردند، فرستادن به لشکرگاه خسرو تا با اونها سخن بگه و نظرشون رو جلب بکنه. ایرانیان در سپاه خسرو در واقع چنین پاسخ دادند که خیر، تا جنگ در نگیرد ما از خسرو روی بر نمی گردانیم چون می ترسیم. اما شما هم آگاه باشید، خسرو امشب قصد شبیخون دارد. فرستاده با شنیدن این خبر به سرعت آمد، خبر رو به بهرام چوبین رساند. همه لشکر آتش برافروختند. ببینید شبیخون زدن بهرام چوبین به لشکر خسرو و گریختن خسرو پرویز. گفت ای ماه لال ابرویت، صبر کن تا که ببینم رویت. من نگویم مرو ای ماه برو، لیک قدری بر من راه برو. تا ببینم قد و بالای تو را، تا کنم سیر تماشای تو را. پسرم تو ندانی که چه آمد به سرم، آخه کمی آهسته برو. کمی آهسته برو، آخه من پدرم. باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد. ناوک غم بر دلم از سینه تا سوفار دارد. ای سبا تحمین لا از من ببر یک دم، پیامی از سمنگان تا به زابل ناله های زار دارد. قصه سهراب و رستم پند باشد تا بدان. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار. بهرام چوبین که اطمینان پیدا کرد از موافقت ضمنی سپاه ایران برای جدا شدن از خسرو پرویز، 6000 تن سوار زبده رو برگزید. به سرکردگی اون سه دلاور تورانی در برنامه‌های قبل، ماجراهای این سه دلاور تورانی رو شنیدیم که همکاری‌های اینها رو با بهرام چوبین، به سرکردگی اینها فرستاد به میدان جنگ. رسید به لشکر خسرو پرویز، جنگ شروع شد. همی گفت هر کس که
خسرو کجاست که امروز پیروزی روز ماست؟ شبیخون زدن تا دم صبح، نبرد و ناورد بگیر و ببند. خسرو نگاه کرد، دید زمین پر از کشته، پر از زخمی. جنگ ایرانیست با ایرانی. به گردن کشان گفت یاری کنید، بر این دشمنان کامکاری کنید، که پیروزگر پشت و یار من است، همان زخم شمشیر کار من است. خود خسرو به شتاب آمد مقابل آن سه سردار تورانی. یکی از اونها شمشیر کشید تا بزند به فرق خسرو. خسرو سپر گرفت جلوی خود، تیغ کشید، زد به آن تورانی، او رو سرنگون کرد. به سپاهیان بانگ زد زمانی پایداری کنید، مقاومت کنید تا پیروز شویم. اما ایرانیان همه پشت شاهشون رو خالی کردن، سپاهش همه پشت برگاشتند، جهانجور را خوار بگذاشتند. شاه تنها ماند و بیاور، به بندوی و گستهم گفت از ایرانیان بدگمان شدم، وانگهی رسید مرا هیچ فرزند نیست، همان از در تاج پیوند نیست. اگر من شوم کشته در کارزار، جهان را نماند یکی شهریار. بدو گفت بندوی کی سرفراز، جهان را به مهر تو بادا نیاز. سپه رفت، اکنون تو ای در مئیست، که کس در زمانه تو را یار نیست. خسرو به گردوی، در بعضی نسخه ها هم نوشته از بندوی، من هر کدوم از این داستان ها رو که تنظیم می کنم چندین نسخه شاهنامه رو تطبیق می دم برای نوشتن این شرح و تفسیر، یعنی نسخه آقای جلال خالقی مطلق، و البته از روی این نمیخوانم چون این نسخه شاهنامه است، نوشته های من در پای این کتاب هست. خب نسخه آقای جلال خالقی مطلق و آقای دبیر سیاقی به ویژه نسخه های اصلی است که من برای نگارش این شرح و تفسیرها استفاده میکنم و ابیات رو میبینم. بنابراین بسیار اتفاق میفته، مثلا در اینجا میگوید بندوی، در نسخه دیگر میگوید گردوی. خب خسرو به گردوی گفت از این کسانی که وفادار ماندند، هزار سوار ببر و هرچه در میدان جنگ دارید، از سراپرده و سلاح و بنه و تخت برگیر و همراه بیاور. اونها بنه برنهادند و با رنج بسیار اون گروه روانه شدند. همانگه یکی اژدهافش درفش پدید آمد و گشت گیتی بنفش. درفش که بود؟ بهرام چوبین. رسیدند بهرام و خسرو به هم، دلاور دو جنگی دو شیر دو رم. چو پیلان جنگی برآشوفتند، همی بر سر یک دگر کوفتند. این به آن، آن به این، تا غروب آفتاب این دو به هم زدند و مرادی حاصل نشد. خورشید سر به چاهسار مغرب، تخار یا تخار آمد پیش خسرو گفت شهریارا، بار و بنه را به آن سوی پل نهروان منتقل کردیم. خسرو به گستهم گفت برای جنگیدن یار و یاوری نداریم، 10 تن مانده ایم در برابر سپاهی انبوه. بهتر است دست از نبرد برداریم و بگریزیم، هزیمت به هنگام بهتر ز جنگ. چو تنها شدی نیست جای درنگ. همی راند ناکار دیده جوان، بر این گونه بر تا پل نهروان. خسرو از جلو، بهرام چوبین از پشت سر. نگاه کرد به بهرام که کمان به دست داره به سمت او میتازه. دست برد به چله کمان، تیر زد بر اسب بهرام. اسب به روی افتاد، بهرام پیاده، سپر برگرفت. یلون سینه آمد برای حفظ بهرام، پس حمله ور شد و خسرو اسب او رو هم به تیر زد. خسرو و یاران همگی از پل نهروان گذشتند. به دستور خسرو
پل پشت سر رو، پل نهروان رو خراب کردند و به سرعت روانه تیزفون شدند. در و دروازه های شهر رو بستند. همه درها بسته، همی راند غمگین سوی تیزفون. دلی پر ز غم، دیدگان پر ز خون. در شارستان را به آهن ببست، به انبوه اندیشگان در نشست. بر در دروازه ها پاسبان گذاشتند و دربان و محافظ. ببینیم رسیدن خسرو نزد پدر و بعد هم گریختن به روم و سرانجام کشته شدن پدرش هرمزد شاه. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.